درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. یک عضو شورای شهر تهران گفته طبق تصاویر ماهواره‌ای که مورد تحلیل قرار گرفته، کانون‌هایی مثل نیروگاه شهید رجایی و منتظرالقائم از سوخت مازوت استفاده می‌کنند. چون مسیر باد از سمت غرب به شرق است، با وزش باد این آلاینده‌ها وارد تهران می‌شود. وقتی هوا آرام است، این آلاینده ها به صورت مخروطی قرار می گیرند و حتی با باد ملایم هم وارد فضای تهران شده و انباشته می شوند. ناهید خودکرمی گفت برای کاهش آلودگی هوا کاری از شهرداری و شورای شهر بر نمی آید. از سوی دیگر یک فعال محیط زیست گفت آلودگی هوا هیچ ربطی به تحریم ندارد. این اتفاق یک اراده می خواهد. اگر ما به درستی به وظایف خود عمل می کردیم، امروز لازم نبود با این نیروگاه های حرارتی به شدت آلوده کننده کار کنیم. محمد درویش در پاسخ به این سوال که در مورد آلودگی هوا صحبت زیاد بوده و برخی ارگان‌ها به نوعی تقصیر را برگردن یکدیگر می‌اندازند، این رویه سالها در کشور ما وجود داشته و به نظر می‌رسد عزمی جدی برای حل این مشکل وجود ندارد. آیا می‌توان برنامه‌ریزی یا طرحی را برای طولانی مدت اجرا کرد تا ایران به سمت کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی برود و از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند؟ اظهار داشت چنین برنامه وجود دارد. شاید سوال درست‌تر این باشد که آیا امکان دارد دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه ورود کند و به موضوع چرایی عدم اجرای قانون مصوب که همه نکات در آن رعایت شده رسیدگی کنند؟ ابر بحران آلودگی، میزان آلودگی تهران به 500 رسید. میزان آلودگی هوا در کلان شهرها به یک ابر بحران تبدیل شده است، طوری که میزان آلودگی در تهران به شاخص 500 فوق خطرناک رسیده است. تهران در دهمین روز آلودگی شدید هوا همچنان محصور در دود و ویروس است. به نوشته رسانه‌های داخلی، تصاویر از آسمان تهران نشانه‌ای از آخرالزمان است. یک رسانه داخلی درباره آلودگی نوشت: این روزها وضع آلودگی هوا چنان وخیم شده که ایران در نقشه جهانی آلودگی هوا در فهرست 10 کشور آلوده جهان در رتبه 9 قرار گرفت. موضوع زمانی خطرناک‌تر می‌شود که مطالعات نشان می‌دهد افزایش سطح آلاینده‌های موجود در هوا می‌تواند عوارضی در بیماران کرونایی ایجاد و مرگ و میر را بیشتر کند. به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل اصلی آلودگی این روزهای هوای تهران و کلان شهرها استفاده از مازوت یا نفت کوره به عنوان سوخت در برخی نیروگاه‌های برق، پالایشگاه‌ها و مراکز صنعتی است. مازوت ماده‌ای غلیظ، خطرناک، آلوده کننده و پر از مواد آلاینده است. این وزیر به جای وزارت باید محاکمه و مجازات شود. سردبیر سابق روزنامه ایران در چند توییت نوشت اواسط دهه 70 مصاحبه‌ها و گزارش‌های مفصلی در مورد انرژی‌های پاک در روزنامه ایران تهیه کردم. هنوز پدیده هوای آلوده در شهرها شکل نگرفته بود. آن روزها متخصصان می‌گفتند بودجه سدسازی باید صرف ذخیره آب در زیرزمین‌ها از طریق آبخیزداری و استفاده برق از طریق باد و آفتاب شود. مسافرتی به منجیل کردم و خود را به داخل آسیاب‌های تولید برق رساندم. آنجا شنیدم قیمت تمام شده هر کدام از این آسیاب‌ها 90 میلیون تومان است و تکنولوژی ساخت آن بومی شده و تنها وزارت نیرو در این مورد انگیزه کمک و اختصاص بودجه ندارد. وزیر نیرو در آن زمان زنگنه وزیر فعلی نفت بود. اوایل دهه 70 در جلسه معاونین پژوهشی وزارتخانه ها به ریاست میرسلیم که مشاور پژوهشی رئیس جمهور بود شرکت کردم و شنیدم که آلمانی ها پژوهش هایی در کویر ایران در تولید برق آغاز کردند و من پرسیدم آیا تلاش کردیم تا بتوانیم در تولید برق از آفتاب به خودکفایی برسیم؟ ولی جوابی نشنیدیم. اگر زنگنه که آن روز وزیر نیرو بود و سالها وزیر نفت تولید انرژی پاک را جدی می گرفت، امروز نمی گفت از روی اجبار از مازوت استفاده کنیم تا خاموشی و قطع گاز نداشته باشیم. هرچند تو امان گرفتار هر دو شدیم. اگر کشور به عملکردها توجه داشت، زنگنه به جای وزیر شدن باید محاکمه و مجازات می شد. کلانتری رئیس محیط زیست هم امروز همصدا با زنگنه خواهان صرفه‌جویی مردم در مصرف برق و گاز هست. سالها وزیر کشاورزی بود. اگر شعار خودکفایی در تولید گندم، پسته، هندوانه و محصولاتی که آب زیاد می‌خواهد نمی‌داد، امروز با فروریزش زمین و کمبود آب روبرو نبودیم. وقتی آنها که سالهای طولانی بخشی از مشکلند باید حل کننده مشکل باشند، معلوم است بحران بر بحران انباش می‌شود و مردم هر روز به فلاکت بیشتری می‌افتند. اگر پولی که صرف ساخت سد روی کوه نمک شد و گسترش خطوط گاز می‌شد، صرف انرژی پاک می‌شد، امروز کشور دچار بحران کمبود برق و گاز نمی‌شد. بیعقلی نتیجهش را سالها طول میکشد نشان دهد و امروز نتیجه همه بی‌اعتنایی تولید انرژی پاک در آسمان تهران، اصفهان، ساوه و غیره جلوی چشم و داخل ریه های ماست.
روزنامه همدلی در مطلبی با اشاره به مرگ تدریجی مردم بر اثر آلودگی نوشت حقوق شهروندی مردم زیر پا گذاشته شده است. از آن طرف هم ما نمیتوانیم تعطیل کنیم، برای اینکه معاون دادستان کل کشور به استانها بخشنامه کرده است که شما برای سوزاندن نفت کوره در نیروگاه‌ها و صنایع مانع نشوید. حال سوال این است که نیروگاهایی که با سوخت مازوت کار میکنند و باعث آلودگی هوای تهران و سایر کلان شهرها شده است متعلق به کیست؟ روشن است که نیروگاه‌ها متعلق به مردم عادی و اکثریت 96% به زیر خط فقر رانده شده نیست، بلکه نیروگاه‌ها تماما وابسته به دولت، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای هستند. اینها هستند که برای چپاول بیشتر مردم سوخت غیر استاندارد استفاده می‌کنند و با این کار ضد انسانی و ضد مردمی نفس طبیعت و مردم کشور را تنگ کردند، طوری که هر روز می‌گذرد وضعیت بحرانی‌تر از گذشته و تبعات خطرناکی برای سلامت و حتی معیشت مردم دارد. خامنه ای در یک سخنرانی تلویزیونی گفت بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای را در صورت رفع تحریم ها میپذیرد. او همچنین از حضور منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی ایران دفاع کرد. خامنه ای گفت ما هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگردد. مطالبه منطقی ما رفع تحریم هاست. اگر تحریم ها برداشته شد، برگشت آمریکا به برجام معنا خواهد داشت. او با تاکید بر ضرورت رفع تحریم ها گفت این که فلان کار را بکنید و نکنید حرف بی خودی است. رهبر ایران این موضع را کمتر از دو هفته به روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا بیان کرده است. یک نکته، البته بنده به مسئولین هم در قوه عرض کنم که مجریه و هم در قوه مقننه رو گفتم که در این زمینه ها با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش برند و عمل کنند. این مطلب اول. مطلب دوم این که تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست، کاملا تصمیم منطقی و عقلایی و قابل قبول است. وقتی طرف مقابل به هیچ کدام تقریبا از تعهدات خودش در برجام عمل نمی کنه، معنی ندارد که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در برجام عمل کنه. لذا از مدتی پیش تدریجا بعضی از تعهدات رو لغو کردن، اخیرا هم به تعهدات دیگری رو کنار گذاشتن و البته اگر چنانچه اونها به تعهداتشون برگردن ما هم به تعهداتمون برمیگردیم. یعنی بنده از اولم همین رو گفتم، از اولی که برجام مطرح شد بنده گفتم که تعهد در مقابل تعهد متناظر، کار اونها در مقابل کار ما، هر کاری که ما براش بکنیم باید متناظر با اون کار رو هم طرف مقابل بکنه. خب این اول کار انجام نگیره، حالا بایستی انجام بگیره. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.